من هومن درخشنده تهران متولد شدم. پدرم نقاشی به من آموخت. ده سالم بود با رنگ روغن آشنا شدم، برخلاف میل پدرم که دوست داشت طراحی رو بیشتر روش فوکوس بکنم. تا 4-5 سال فقط رنگ بازی میکردم، جذب رنگا شده بودم. تا فکر میکنم 14 سالم بود که وارد آکادمیک طراحی شدم و طراحی رو به صورت آکادمیک آموختم. بعد از اون وارد هنرستان شدم، هنرستان تجسمی، و به صورت حرفه‌ای این هنر رو ادامه دادم. تا این 10 سالی که مشغول کسب تجربه بودم، تکنیک های نقاشی کردن رو به صورت کلاسیک آموختم و تقریبا دیگه جذابیت رئال کار کردن برام کمرنگ شد. به دنبال یک چیز نو بودم، کم کم به کانتمپوری آرت علاقه پیدا کردم و هنر معاصر برام جذاب شد و کارهایی که الان میبینین تا 2 سال تلاشی که کردم به وجود اومده. من با نگاهی بی‌طرفانه و بدون قضاوت شخصی طرح سوالی کردم. تناقض میان هویت درونی و هویت بیرونی این زنان مفهوم اصلی این مجموعه هستش. هویت شخصی که تنها خود اون شخص و تعداد محدودی از نزدیکان اون ازش خبر دارن و در تناقض با هویت بیرونی و اجتماعی اون آدم. حقیقتاً هویت این آدم به چیه؟ من به یک زن و هویتش نگاه میکنم، هویتش که هویت رسمیش که شناسنامشه، توی شناسنامه اسم پدر، اسم مادر، محل تولد، تاریخ تولد و تعدادی عدد نوشته شده. این هویت رسمیشه. هویت غیر رسمیش چیه؟ آیا هویت این زن به پوشششه، به نگرششه، به محلی که متولد شده هستش، حقیقتاً به چیست؟ آدمایی که در شناسنامه با یک نام و در جامعه با چندین نام ظاهر میشن، این دقیقاً اون چیزیه که من بهش فکر کردم و نمیدونم تا چقدر تونستم توی این مجموعه اینو نشون بدم.